میخواستم شما را سلام بدم باز دوباره به یک برنامه دیگری از استودیو سوئد. امروز میخوام در مورد چیزی که خدا در دلش دارد صحبت بکنم و این که خداوند میخواد که در هر چیزی که شما به اون دست میزنید کامیاب و موفق باشید. و اگر که میخواید که بدانید که این فقط آرزوهای من نیست بلکه آرزوی خداست، میخوایم که برویم به نامه سوم یوحنای رسول و فصل دوم و ببخشید آیه دوم. ای برادران عزیز، ای برادر و خواهر عزیز، امیدوارم که همه چیز بر وفق مراد شما باشد، روزگار بر وفق مراد شما باشد و همونطور که در روح سالم هستید از سلامتی بدن نیز برخوردار باشید. این که در اینجا نوشته شده است که در همه چیز موفق و کامیاب باشید، یعنی که در هر چیزی که انجام می دهید پیشرفت و ترقی داشته باشید. ولیکن ممکن است چیزهایی در زندگی ما باشد که برنامه الهی رو مانع شود، چون که خدا برای شما یک رؤیایی دارد، یک برنامه و نقشه‌ای دارد و خداوند میخواد که در این مسئله شما موفق بشه. اگر که ما این خطرهایی رو که در راه هست که میتواند مانع شود ما را که در هر چیزی کامیاب و موفق باشیم، این میتواند که کمکی باشد برای ما و در این مورد میخوایم امروز این رو میخوایم بهش نگاه بکنیم. چون که همیشه این خدا نیست که مشکل است، بس که خدا تصمیم گرفته است که در هر چیزی شما موفق و کامیاب باشید. یک مثال خیلی خوبی که بسیار خوب هست در کتاب مقدس این زندگی یوسف هست. البته ما وقت نمی کنیم که به همه جوانب زندگی یوسف برسیم، ولیکن میریم به پیدایش، کتاب پیدایش فصل 37 از آیه های 2-8. و این داستان زندگی یعقوب و خانواده اوست. یوسف که جوان 17 ساله بود به اتفاق برادرانش پسران بلهه و زلفه زنان صیغه‌ای پدرش از گله پدر خود مواظبت می‌کرد. او از کارهای بدی که برادرانش می‌کردند به پدرش خبر می‌داد. یعقوب یوسف را از تمام پسرانش بیشتر دوست می‌داشت، زیرا یوسف در زمان پیری او به دنیا آمده بود. او برای یوسف ردای بلند آستینداری دوخته بود. وقتی برادرانش دیدند که پدرشان یوسف را بیشتر از آنها دوست می‌دارد، از او خیلی بدشان می‌آمد، به طوری که نمی‌توانستند با او دوستانه صحبت بکنند. یک شب یوسف خوابی دید. وقتی خوابش را برای برادرانش تعریف کرد، آنها از او بیشتر متنفر شدند. یوسف گفت: گوش بدهید چه خوابی دیدم. ما همه در یک مزرعه مشغول بستن دسته های گندم بودیم. دسته گندم من بلند شد و راست ایستاد. دسته های گندم شما دور دسته گندم من ایستادن و در مقابل آن تعظیم کردند. برادرانش گفتند: آیا فکر میکنی تو پادشاه و فرمان روای ما خواهی شد؟ پس به خاطر خوابهایی که یوسف دیده و برای آنها تعریف کرده بود، نفرت آنها از او بیشتر شد. در اینجا میبینیم که پدر یوسف را بیشتر از دیگران دوست می داشت و این البته زیاد خوب نیست در بین روابطی که بین فرزندان ایجاد میشه. و وقتی که و در اینجا میبینیم که یوسف عجله میکند و از خواب خودش صحبت میکند، در اونجا یا خراب میشه اوضاع و زیاد خیلی خوب نمیشه. چرا اونها عصبانی میشن و از اون تنفر میگیرن؟ چون که میدانن که این رؤیا از طرف خداست. پس هم برادران و هم پدر میدانست که این خدا است که به وسیله این رؤیا، این خواب، با او سخن میگوید. البته در اینجا این از طرف رؤیایی بود از طرف خدا و خدا تصمیم گرفته بود که یوسف یک دولت مردی خواهد شد و در هر چه که به اون دست یازی بکند کامیاب و موفق خواهد شد. ولیکن البته یک سری خطرهایی هم در راه به او میگذاشت. پس وقتی که از یوسف میخواییم یاد بگیریم که چطور رؤیای الهی در زندگی او متحقق شد. الان به آیه 19 هم میریم و نگاه میکنیم از کتاب پیدایش فصل 37 و آیه های 19 تا 20.
آنها به یکدیگر گفتند، یعنی برادران یوسف، کسی که برای ما خواب دیده است می آید، بیایید همین حالا او را بکشیم و در یکی از این چاه‌های خشک بیاندازیم و بگوییم جانور درنده ای او را کشته است. آن وقت ببینیم تعبیر خوابهای او چه خواهد شد. پس برادران اونقدر از اون متنفر بودند به خاطر این بازگو کردن این خوابها و غیر و غیر و که یکی از چیزایی که ما اینجا یاد میگیریم این است که خوابها و رؤیاهای خودمون رو پیش از موعد برای کسی نگوییم. درست مثل انگاری که یک کسی باردار است و مثلا والدینی که مشکوک میشن که آیا بچه دار هستن یا نیستن، وقتی که منتظر بچه هستن تا زمانی که قابل دیدن نباشد به کسی چیزی نمیگویند. چون که یک رؤیا و خواب درست مثل یک زن بارداری هست که اونقدر واقعی هست برای اون شخص که مشغول اون می شود. من یادم هست وقتی که خوانده شدم از طرف خدا که برای ایران کار بکنم، چون که من ایرانی نیستم، من اصلا سوئدی هستم و هیچ چیزی هم با ایران ندارم، کاری با ایران نداشتم، بلکه خدا یک فراخانی را، یک دعوتی را و رؤیایی را در دل من قرار داد. اولش مثل یک انگاری که یک بچه در شکم بود و هی لگد می زد و اینها، بلکه این رو مواظبت و محافظت کردم تا وقتی که این بچه بتواند متولد بشود. ولیکن یوسف بسیار پیش از موعد این رو گفت، بازگو کرد و در اونجا یک تصادمی پیش آمد و اونها علانه تصمیم گرفتن که او رو بندازنش در چاه و در اونجا میتونست اون بگوید که علانه به این رؤیا و این خوابی که خدا به من داده بود چه خواهد شد، ولیکن او مطیع رؤیای الهی بود. در آیه 26 هم از همون فصل 37 میخوانیم: یهودا که یکی از برادرانش بود به برادران دیگر گفت از این که برادر خود را بکشیم و موضوع قتل را پنهان کنیم چه نفعی به ما میرسد؟ بیایید او را به این اسماعیلیان بفروشیم که در آن صورت ما به او صدمه ای نزده ایم. از اینها گذشته او برادر ماست و از گوشت و خون ماست. و برادرانش با این پیشنهاد موافقت کردند و اون رو به بردگی فروختند. بله، در اونجا برداشتن و یک خون یک حیوانی رو آوردن و پیراهن یوسف را به اون آغشتن و بردن و به پدرش دادن و گفتن که بله اون کشته شد و یا اون گرگ ها خوردنش و اینها، و ولیکن یوسف را اونها به بردگی فروختن. و در اینجا می توانست بگوید که او تو به من قول دادی و در رؤیا به من نشان دادی که من دولت مرد بزرگی خواهم شد و الان به بردگی فروخته شدم. در کتاب پیدایش فصل 39 و از آیه 1 تا 5 نوشته شده است که اسماعیلیان یوسف را به مصر بردند و او را به فوتیفار که یکی از افسران فرعون که فرمانده محافظان کاخ بود فروختند و خداوند با یوسف بود. این چه که خیلی مهم هست اینجا، خداوند با یوسف بود و به او در هر کاری توفیق می بخشید. او در خانه ارباب مصریش ماند. فوتیفار دید که خداوند با یوسف است و او را در هر کاری موفق می سازد. فوتیفار از او خوشش آمد و او را خادم مخصوص خود کرد و تمام داراییش را به او سپرد. از آن به بعد خداوند به خاطر یوسف تمام دارایی آن مصری را چه در خانه و چه در صحرا برکت داد و فوتیفار هر چه داشت به دست یوسف سپرد و دیگر کاری به کارهای خانه نداشت مگر غذایی که می‌خورد. بله، و این بسیار شگفت انگیز است که چطور دست خدا بر روی یوسف بود. الانه وقتی که حتی وقتی که در بردگی بود و به بردگی فروخته شده بود و در سرزمین بیگانه بود، الانه فوتیفار این رو دید و اون رو گذاشتش بر روی همه کارهای خودش، یعنی و تنها چیزی که فقط اون صاحب خانه میتونست فکر بکند اون بود که غذای خودش رو بخوره. تمام کارهای دیگر به دست یوسف سپرده شده و اونها کارها رو به نحو احسن انجام
می‌داد. چرا؟ چون که یوسف توکلش و توسلش و اعتمادش بر خداوند بود. ولی متاسفانه در اینجا این فوتیفار یک زن خوبی نداشت، همسرش خوب نبود و تلاش کرد که یوسف را به گناه بکشاند و در اونجا یوسف با خطری مواجه شد که داشت که همه چیز رو از دست میداد و بدین طریق یوسف به خاطر اینکه در گناه سقوط نکند از اونجا گریخت و ردای اون در اونجا ماند، پیراهنش ماند در اونجا و به هر حال به طور ناعادلانه یوسف به زندان افکنده شد. الانه به اون رؤیا و خوابی که خداوند برای او داشت چه می شود؟ از همون فصل 39 از آیه 19 می خوانیم: وقتی ارباب یوسف این را شنید خشمگین شد، یوسف را گرفت و در زندانی که زندانیان پادشاه در آن بودند زندانی کرد و او در آنجا ماند. در آنجا به عنوان زندانی ماند، اما خداوند یوسف را برکت داد. بنابراین زندانبانان از یوسف خوششان آمد. زندانبانان یوسف را سرپرست همه زندانیان کردند و او مسئول تمام چیزهایی شد که در زندان انجام می گرفت. پس زندانبانان بعد از آن به چیزهایی که به دست یوسف سپرده شده بود کاری نداشتند، زیرا خداوند با یوسف بود و او را در تمام کارهایی که می کرد موفق می ساخت. در اینجا می بینیم که دست خداوند باز بار دیگر بر روی یوسف بود، حتی وقتی که در زندان بود و هر کاری که دست می زد رو موفق و کامیاب می‌ساخت. در اینجا یک شهادتی است واقعاً این. وقتی که با خداوند راه رویم، به صدای او گوش بدیم و او را متابعت بکنیم، پیروی کنیم، دست خداوند بر زندگی ما خواهد آمد. و در اینجا یوسف رؤیایی و خوابی از خداوند گرفته بود که کسی خواهد بود که مبارک خواهد بود، برکتی خواهد شد برای بسیارانی و یک رهبری خواهد شد. ولی که الان اینجا در زندان افتاده بود. خیلی چیزها در اینجا میتونیم یاد بگیریم از این مسئله. چهار نکته است که من در اینجا میخوام بهش بپردازم. یوسف هر روزه هر اتفاقی را به یک فرصت مثبتی مبدل میکرد. نمیرفت که عصبانی باشه و ناراحت باشه و تلخ رو باشه و لگد بزنه به این طرف و به اون طرف و فکر بکنه چقدر وحشتناک این برادران من که از خون و گوشت من بودن اونها مرا فروختن، بلکه هر روزه هر اتفاقی را به یک فرصت مثبتی برای خودش مبدل میکرد و هر شرایطی را بهترین ها را در اون موقع حاصل میکرد. از بهترین شاید میبایستی که توالت ها را تمیز میکرد، آشغال ها را خالی میکرد، زمین ها را میشست، ولی به نحو احسن و به بهترین وجهی این کار انجام میداد. و او با زندانیان و زندانبانان دوستانه رفتار میکرد و بیشتر به نفع اونها فکر میکرد تا به نفع خودش. بله ببخشید متاسفم. و دوم اینکه او همه برادرانش رو بخشیده بود، همه کارهای وحشتناکی که بر ضدش انجام داده بودن هیچ نوع تلخی و کدورتی در درونش وجود نداشت. اگر که وجود می داشت نمیتوانست ادامه راه بدهد. شماره 3، او خدا را دوست می داشت و خدا را ستایش می کرد با وجود شرایط و موقعیت های ناجور و بعد. ولیکن و شماره 4 این که اون به خاطر این که توکل و توسلش اعتمادش بر خدا بود، خدا گذاشت که هر آنچه که یوسف انجام میداد موفق و کامیاب شود. بگذارید الان یوسف را به کناری بگذاریم و به مرد خدای دیگری نگاه بکنیم، یعنی به یوشع نبی. یوشع همکار بسیار نزدیک موسی بود. خدا به موسی گفت که دستانت را بر یوشع بذار، زیرا که او جانشین تو خواهد شد.
و یک رؤیای بسیار مهم و عظیمی بود که به عهده یوشع سپرده شد، یعنی که قوم اسرائیل را، بنی اسرائیل را وارد سرزمین موعود، سرزمین وعده داده شده برساند. و اغلب وقتی که خصوصیت رؤیای الهی این است که اون بزرگتر از توانایی‌های ما هست و بدین طریق ما وابسته می شویم به خدا تا اینکه خدا خودش اون را متحقق کند، و بعد از اون سرزمین موعود که همون سرزمین اسرائیل شد. پس از کتاب یوشع نبی می خوانیم، کتاب یوشع فصل 1 و از آیه های 5-9 می خوانیم. همانطور که با موسی بودم، خداوند می گوید، با تو نیز خواهم بود و تا پایان عمرت هیچ کس نخواهد توانست در برابر تو مقاومت کند. همیشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک نخواهم کرد. دلیر و شجاع باش، زیرا تو این قوم را رهبری خواهی کرد تا سرزمینی را که به نیاکانشان وعده دادم به دست آورند. قوی و دلیر باش و از تمام دستورات و قوانینی که موسی خدمتگزار من به تو داده است اطاعت کنی و از آن منحرف نشو تا در هر کاری که میکنی موفق گردی. پس کتاب تورات را، این کتاب احکام و فرایض الهی را همیشه در نظر داشته باش، آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن تا بتوانی تمامی دستوراتی که در آن نوشته شده است را پیروی و اطاعت نمایی، آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد. پس یوشع این کلام را از طرف خداوند گرفت تا اینکه بتواند رؤیای الهی را متحقق کند، یعنی که یهودیان را به سرزمین موعود خودشان برساند. همینطور برای من و شما هست. خدا چه چیزی را در دل شما قرار داده است؟ هرچه که باشد موفق خواهی شد. پس بگذارید الان دقیقا با دقت نگاه بکنیم، و این بسیار کلام حکیمانه است وقتی که میخوانیم. پس این را بخش بخش میکنیم و بهش نگاه میکنیم. اول اینکه وعده را شما دارید، یک وعده گرفت این یوشع که هیچ کس، دقت بکنید، هیچ کس نخواهد توانست در برابر تو مقاومت کند در طول عمر تو، در پایان عمر تو. همانطور که با موسی بودم، با تو خواهم بود، تو را ترک نخواهم کرد و تو را رها نخواهم نمود. این کلامی بود که یوشع گرفت و برای شما هم هست. این کلام را به خودتون بگیرید، شخصیش بکنید، مال خودش بکنید. شماره دو، اینکه این وعده ها معتبر است. میگوید که دلیر و شجاع باش در خداوند، یعنی که ترس را وارد نکن، بلکه با جرأت و دلیر باش، نه اینکه در جسم خودت یا در خواهش های خودت، بلکه در خداوند. و شماره سه، اینکه وعده ها و چی میگن دستورات و قوانینی که به تو داده شده است را نگاه بدار و خودت را در وسط راه قرار بده و در چپ و راست نرو، بلکه بگذار کلام خدا تو را راهنما باشد و در اطاعت الهی، در اطاعت از خدا گام بردار. شماره چهار، اینکه نگذار کلام خدا از دهان تو جدا شود. به این فکر بکن، در اون فکر بکن هم روز و شب، و اون رو نگاه دار و هر اون چه که در اون نوشته شده است را انجام بده. از دهان تو دور نشود، یعنی چه؟ یعنی که کلام خدا را معترف باش، اعتراف بکن، اون را بازگو کن بر کلام خودت، چون که به اعتراف دهان است که، یعنی که من با موازات کلام الهی هست که صحبت میکنم، میگویم که آری من موفقم و کامیابم. چرا؟ چون که من کلام خدا را انجام دهندم، کلام خدا را مطیع هستم. و به اون فکر بکن، نوشته شده است که روز و شب در کلام خدا فکر بکن، یعنی چه؟ درست مثل یک گاوی
یا اینهایی که نشخار میکنن، این حیواناتی که بهایم که نشخار میکنن، که اون را کلام خدا را روش تعمق بکنیم، تمرکز بکنیم، تفکر بکنیم، پیوسته در اون بیندیشیم هر روز و شب. به طور مثبتی نگران این باشم که خداوند در اینجا چه میگوید، منظورش چی هست، و پیوسته انسان درونیت را با کلام زنده خدا تغذیه بکنی. و همونطور که دفعه قبل گفتم، اون چرا که نوشته شده است پیروی کنم، مطابقت بکنم، نه اینکه فقط بشنوم بلکه عمل کننده هم باشم، و بدون طریق است که میتوانید هر آنچه که به هر چه که به اون رو دست بزنید موفق و کامیاب خواهید شد. این در مورد شماست، در مورد من است، در مورد همه فرزندان خدا هست که این دستور عملها را اجرا بکنند. الان ادامه میدیم به تعلیم عیسی که در همین مورد هست. الان ما یوشع را دیدیم و یوسف را دیدیم. الان میخوایم که به انجیل یوحنا فصل 15 بریم، از آیه های 1-8. انجیل یوحنا 15:1-8. عیسی میگوید من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای که در من ثمر نیاورد می‌برد و هر شاخه‌ای که ثمر بیاورد آن را پاک می‌سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید، در قوت کلامی که به شما گفتم. در من بمانید و من در شما، همانطور که هیچ شاخه‌ای نمی‌تواند به خودی خود میوه دهد مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی‌توانید ثمره بیاورید مگر در من بمانید. ادامه می دهیم از آیه 5، می گوید که عیسی می گوید من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. هر که در من بماند و من در او، میوه بسیار می آورد، چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه ای به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هر چه می خواهید بطلبید که حاجت شما برآورده می شود. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. به آیه 16 هم می رویم. نوشته شده است که شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیدم و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دایمی باشد، تا هر چه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. آمین. در اینجا باز هم یک راهنمای دیگری می‌بینیم که چطور من و شما می‌توانیم نقشه الهی را نسبت به زندگیمان متحقق کنیم و موفق باشیم. در شماره 1 این که در عیسی بمانیم. در من بمانید و من در شما خواهم ماند. همانطور که یک شاخه نمیتواند از خودش ثمره به بار بیاورد مگر اون که در بدنه بماند، در تاک بماند، همانطور شما هم نمیتوانید از خودتان میوه به بار بیاورید. ماندن در اینجا این یک کلمه اصلی هست، کلمه کلیدی هست در اینجا، یعنی که باقی ماندن، زندگی کردن، یعنی که در آنجا ایستادن و استوار ماندن. پس در اینجا تاک یعنی همون مو درخت انگور و دیگر در مورد شاخه ها صحبت می شود و اون بدنه ای. پس آن کسی که در عیسی می ماند درست مثل شاخه های درختی هستند که با بدنه درخت یکی هستند. همینطور یکی ما هستیم با او. برای همین هست که عیسی به ما تذکر می‌دهد و می‌گوید که در من بمانید. این رو نمی‌گفت اگر که فرصتی می‌بود، اگر که امکان می‌داشت که ما در او نباشیم. ولی اگر که می‌خواهید موفق باشید به همه آنچه که خدا در دلش دارد برای زندگی ما، پس می‌بایستی که در عیسی بمانیم. و شماره 2، اینکه هر چه که انجام می‌دهید آن را از دل انجام دهید. بگذارید الان به کلوسیان برویم. کلوسیان فصل 3، کلوسیان فصل 3 و آیه 23. هر کاری که می کنید با دل و جان انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می کنید، نه برای بشر.
بسیار کلام حکیمانه. پس باید به یاد داشته باشید که چه کسی را خدمت میکنید. انسانها را دنبال خوشنودسازی انسانها نیستید، بلکه خدای زنده را. بنابراین این را از دل انجام دهید. شماره 3 این که همان وجه نظر، همان وجه نظر و همان عشق را داشته باشید، همونطور که مسیح داشت. و میخواییم برمید بر نامه فیلیپیان فصل 2 و آیه های 1-2. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت محرک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. الان انگاری که مثلا یک گاری هست و چندین اسب اون گاری رو می کشند. فکر بکنید مثلا 6 تا اسب هستن که 2 به 2 به هم بسته شدن و اگر که مثلا 2 تا اسب به یک طرف بکشن، 2 تا اسب به یک طرفی دیگه، این گاری برخواهد گشت. بلکه بایستی که به یک جهت، به یک طرف، با یک وجه نظر و با یک دل و با یک جان می بایستی که یکی باشیم کاملا. همینطور در خانواده های شما و در کلیساهای خانگی شما بایستی که در روح و جسم و جان در همه چیز یکی باشه. من الان میخواییم که از یوحنا 12:24 بخوانیم. انجیل یوحنا فصل 12:24. عیسی مسیح میگوید که یقین بدانید اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمیشود، اما اگر بمیرد دانه های بیشماری به بار خواهد آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست میدهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. الان اینجا 2 چیز مختلف است. در اینجا به زبان یا زبان یونانی هست پسیخه، که یعنی که آن کسی که خودش را و زندگی جسمانیش را، اون منیت خودش را دوست بدارد. او به یک طرفی هست و کلمه دیگری کلمه زوئه هست. زوئه کلمه یعنی حیات الهی رو. پس اون کسی که خودش را، منیت خودش را دوست بدارد و خود محور، همه چیز، تمام دنیا محور خودش باشد، او چیزی را حاصل نخواهد کرد، اون را از دست نیز خواهد داد، زندگی خودش را نیز از دست خواهد داد. ولیکن اون کسی که خدا را محور قرار بدهد و حیات الهی را عزیز بدارد، دوست بدارد، کلام خدا را محبوب بدارد و دوست بدارد، اون هست که زندگی خودش را باز خواهد یافت. حتی وقتی که بگذاریم که خدا در زندگی های ما عمل بکنه. ما البته هفته آینده در این مورد میخوایم بیشتر توضیح بدیم که چطور میتوانید موفق و کامیاب باشید در زندگیتون. الان چون که زمان گذشته، میخوام که برکات الهی را برای شما آرزو بکنم و یادتون باشد که خداوند تصمیم گرفته است که شما میوه و ثمره بسیار بیاورید. پس خدا برکت بدهد. آمین.